سلام ایرانیان سلام فارسی زبانان سلام عزیزای دل جان برادر سلام بر همه شما دوستان عزیز میریم برای خاک بر سر زیبا کلام خرد کپو حسن خوری دوست این دوست ده نابکار خوری شناس بر تاجزاده و نکبتزاده و سایر ارازل دوپیلی لیبرال زیرمشکلون لایک خواستی بزنید اشتراک گذاری هم کنید هم دست و در نخواه اما امروز در برنامه ما میخوایم ابتداعا به این سوال بپردازیم آیا مقاومت غزه از دست ایران ناراحته؟ یعنی تاخیر افتادن عملیات انتقامی ما که ایران خودش وعده داده بود مرشد عزیز ما گفته بودن ما خونخواهی قرار بکنیم مقامات مسئول چه لشکری و چه کشوری چه دولت پزشکیان تماما بل لزوم مقاومت و انتقام از رژیم سگونیستی سخن رانده بودند واقعا حادثه بدی بود یه روز بعد از مقام مراسم تعلیف مهمانی که ما خودمون دعوتش کرده بودیم که بیا در مراسم تعریف شرکت کند توسط دشمن به روش نظامی کشته می شود از طریق موشک موشک دوش پرتاب یا اعلام نشد خب چه اینم خودش یه داستانیه برا که چگونه این اتفاق صورت گرفت در از صورت مهمان کشی صورت گرفت ایران قول داد که انتقام میگیره الان بیش از یک ماه که از این وعده ایران میگذره هی میگن نزدیک بعد میگن زمان مکان مناسب ایران هم گویا دوچار تردید شده البته من به جد معتقدم که انتقام صورت خواهد گرفت اگر صورت نگیره خواهد رفته هونم و در درمسا بازدارندگی ما از بین میره حرف مو پش میشه اصلا صورت زشتی داره دوستان ما رو نامید میکنه دشمنان رو جری میکنه اما همین تاخیر تاکنونی هم گویا موجب دلخوری دوستان شده من سه تا کد میدم سه تا فکت میدم از دلخوری بچون مقاومت غزه از ایران به عنوان زعیم محور مقاومت مادر محور مقاومت که این دوستان عزیز صورت خوشی نداره و ایران مقامات رسمی در ایران هر زودتر باید بالاخره اگر قرار آمادگی صورت بگیر آمادگیات انجام بشه روز اول ما گفتیم آقا باید آمادگی صورت بگیره اگر تردیدهایی وجود داره باید تردیدها برطرف بشه اگر دولتی ها بالاخره نگرانی هایی دارن بس بازاری دارن چیزی دارن اونها هم باید سریعا مرتفع بشه و اگر قراره آقا انتقام بگیرید خب بگیرید ده هونمون درمنی در امروز فردا میکنید دیگه حتی سعیونیست ها به این کلمه زبان و مکان مناسب به اون میخندن برادرم کلی در فضای مجازی خواهش میکنم از مسئولین جمهوری اسلامی شیر مادر از این واجه زمان و مکان مناسب استفاده نکنید بگید به زودی دست میدازن من آقا یه حقیقتی بالا غیرتن استفاده نکنی سردار فدوی شیر مادرت استفاده نکن از این کلمه و بقیه بگید به زودی اما گفتم من سه تا فکت نشون میدم سه تا فکت وجود داره که حالا ما که نمیدونیم زیر زیرا چه خبره بالاخره ارتباطات گسترده است و فلان ولی چیزایی که به رسانه ها درز میکند ما بر اساس اینه داریم تحلیل میکنیم و لزوما هم تحلیل نمیتونه تحلیل کاملا دقیقی باشد ولی خب این هم فهمیدیم وقتی که در فضای دوستانه هر جریانی جریان سیاسی مقاومت یک مسئله علنی می شود یعنی بحث بازاری وجود داشته حرف حدیثی بوده که به مرحله علنی رسیده وگرنه همون طوری رفع رجوع هم می شده این هم می دونیم اما مسئله اول کانال مقامت غزه به نوعی به ایران به زعیم مقامت غ... زیم محور مقامت هشدار رفیقانه داده که بیش از این جایز نیست که در تعلل سیرت بگیره چون وقتی تعلل زیادی باشد چند تا چیز در آدم زن آدم متبادر می شود یکی این که اینا ترسیدن یا فروختن مقاومتو زیر و زیر خودشون دارن با آمریکا و مثلا سگونیستا می بندن دشمنان ما الا ماشالله این در این رسانه های سعودی و اماراتی و این چیزها مشغول سمپاشی هستن به این ارکان مقاومت که بگن ایران شما رو فروخته خودش داره بسته با آمریکایی از این مزخرفات وقتی عملیات خیلی طولانی بشود دوستان این بحث صورت میگیرد و یه مسئله دیگه هم نشون میده این تاخیر در انتقام به همراه توجیهش نبوده واسه بقیه ارکان همونطوری که سید حسن نصرالله هم گفت آقا به نوعی ما تصمیم گرفتیم که تنهایی انتقام بگیریم یه نوعی گویا اینطور در ذهن بخوره متوادر میشد که سید حسن نصرالله هم از این تاخیر پیش اومده روزی نی خب حالا این کانال غزه چی میگه غزه نیوز میگه که یا غزه الان میگه ما منتظر پاسخ ایران به ترور اسماعیل هنیه رهبر مردم فلسطین هستیم اگر در ازای خون رهبر ما در سرزمین شما معامله انجام شود نمیبخشیم خون رهبران رحبر، مردم ما ارزان نیست ما ایران و مردمش را دوست داریم اما تاخیر در پاسخ به معنای دست کشیدن از حقوق مردم فلسطین فلسطین ماست و اشغالگر گر پافشاری خواهد کرد و جنایات بیشتری مرتکب خواهد شد شما این نگرانی و گفتم هشدار رفیقانه گاهی وقتا هشدار دشمنانه است ولی گاهی وقتا دو تا دوستم به هم دیگه میتونن هشدار بدن و این هشدار بالاخره گفتم هرچی این عملیات به تاخیر بیفتد این اختلاف نظرها هم بیشتر خواهد شد زمین این که این هم در نظر بگیرید گاهی وقتا دوستان زمان یه،, یه جا زمان واسه من و شما خیلی زود میگذره شما نشستی پای فوتبال تیم مورد علاقت یه گل زده میخوای مسابقه زود تموم بشه اصلا یک دقیقهش ده دقیقه طول میکشه یه جای هست نه یک صف عقبی مثلا پنج دقیقه مونده این پنج دقیقه مثل باد میگذره خب ما همینطور الان تو خونه نشستیم خوش خوره توی جفتک پرانی هم میکنن خیلی ها بالاخره غرولند و فلان و زمان ما باسمون راحت میگذره اینو در نظر بگیرید که الان مقاومت غزه زیر شدیدترین جنگ نابرابر قرار داره در این حال مردم غزه هم تحریمن نه غذای درست حسابی تحریم غذایی تحریم دارویی تحریم حتی آب خوردنی هم و آب خوبی هم گیرشون نمیاد خب قطعا زمان واسه همچین کسایی دیر میگذره و ما چون یک پیکریم به نام محور مقامت باید همه این رو در نظر بگیریم اگر نمیخواستن انتقام بگیر آقا روز اول میگفتن که بالاخره ما جواب سگونیستا رو با یک عملیات امنیتی خواهیم داد ولی چون خود مقامات رهبر ما تأکید بر خونخواهی داشتن این دیگه مسئله حیثیتیه و تا حالا هم مشخص شده که رهبر ایران هر جا گفته که تقاس میگیریم یا قرار کاری صورت بگیری حرف روی زمین نموده فرزندان ایدر کراری حرف به فل تبدیل کردن تو حوزه های مختلفی ما میتونیم دلیل بیاریم که این توریست بل این یه مسئله برارو مسئله دیگه جانشین یعیاسری سخنگوی جیش لجان و شعب یعنی ارتش و کمیته های مردمی در یمن چون ارتش خب ارتش ساختار ارتش لجان همی کمیته های مردمی اینا به حساب ارتش ایدولوژیک یه چیزی مثل سپاه هن. در یمن که به شدت معتقد به جنبش انصار الله یمن مثل ارتش و سپاه خودمون و یعیاسری سرتیب یعیاسری سخنگوی بسیار به خود معروف بازبان بسیار حماسی خیلی محبوبه در یمن و در کشورهای منطقه موزه گرفته و ایشون هم به نوعی از این انفعالید که در محور مقاومت حالا اسم از ایران نبرده ناراحته یا بله جانشین یا سری عبدالله بن عامر میگه که آیا وقت آن نرسیده که جپه های پشتیبانی وارد مرحله جدید و پیشرفته پشتیبانی شوند خب جپه پشتیبانی کیه؟ ایران دیگه بعد از اون هشت شبیه بعد از اون سوریه است یه نوع به چیز مغز تبادر میکنه که گویا یک کمکاری داره صورت میگیره این هم یه مسئله دیگه یه مسئله دیگه هفته گذشته بود که حماس اومد و نامه ای رو به حزب لبنان و سید حسن نصرالله خطاب به حزب لبنان و سید حسن نصرالله منتشر کرد در صورتی که باید این نامه به ایران منتشر میشه خطاب رو به ایران منتشر که زعیم محور مقاومت اینم به قول معروف ما یه فکت دیگه میگیریم از این که بالاخره مقاومت غزه که گفتم زیر شدیدترین فشارها هستن انتظار بیشتری از ایران دارن بخونیم بخشای از نامه که حماس به خطاب به حزب لبنان نوشته بود و در بیانیه جنبش حماس اومده در مورد عملیات اربعین این عملیات سیلی بر صورت فاشیستی اسرائیل بود خب حزب الله عملیات اربعین رو گرفت تقاص و خونخواهی کرد ما گرفتیم نگرفتیم اینا همه پیامن دیگه بله جنبش جهاد اسلامی و حماس در بیانیه‌های جداگانه ضمن تبریک عملیات حزب در پاسخ به ترور فواد شکر فرمانده جهادی این جنبش آن را سیلی محکمی بر صورت کا... کابینه فاشیستی رژیم سگونیستی توصیف کردند در این بیانی آمده است واکنش منحصر به فرد و بزرگ مجاهدین حزب علیه چندین هدف حیاتی و استراتژیک در عمق رژیم سگونیستی که در پاسخ به جنایات ترور فواد شکر و جنایت و تجاوزات مستمر در نوار غزه و لبنان انجام شد را تبریک میگوی حماس اضافه کرد ما تاکید میکنیم که این پاسخ محکم و متمرکز که به عمق رژیم سنگونیستی اصابت کرد سیدی به صورت کابینه رژیم فاشیستی سنگونیستی بود همچنین در این بیانیه تاکید شده است از عملیات حزب الله حامل این پیام است که تروریسم و جنایات آنها علیه مردم فلسطین و لبنان بی پاسخ نخواهند ماند و رژیم اشغالگر به اهداف و برنامه تاجم خود نخواهند رسید جنبش جهاد اسلامی نیز در این بیانیه اعلام کرده به حزب الله به خاطر حمله ای که به عمق رژیم اشغالگر انجام داد و موفقیتش در انجام عملیات شجاعانه و ثابت قدم بودن در مواضع و تحقق عهدش تبریک میگوییم همه اینا برادران تنن دیگه گفتم این نامه باید رو به ایران منتشر می شود. که انشالله خواهد شد بعد از عملیات وعده صادق دو ولی بالاخره دلخوری دیگه در این بیانیه این بیانیه پس از آن صادر شد که ازبالا بله یازده پایگاه و موازه رژیم سگونیسی رو هدف قرار داد یک منبع در حزب الله اعلام کرد ازش اسرائیل موفق به رهگیری پهپادهای تهاجمی ما نشد و ما با پرتاب تعداد زیادی موشک موفق شدیم ارتش اسرائیل را گمراه کنیم بله این هم یه مسئله دیگه برارو در هر صورت این مسئله به نوعی برمیگرده که گفتم در ایران هم آمادگی واسه ایجاد و انجام این عملیات که گفتم بعد از این عملیات ما تبدیل به یک عبر خدرت خواهیم شد به امید خدا خیلی به طول کشیده یه عده قطعا مثل به گفته رهبر ما سس انسرن زانوهاشون شل زود به لرزیدن میفتن و متاسفانه با حضور لیبرال ها در کابینه و در شورای عالی امنیت ملی مثلا خودش مزید بر علت شده الان پنج نماینده در شورای عالی امنیت ملی در دست دولت کیان سران است قوه کدومشون شما پیان نترس شجای منشو ابینید اجایی خالی باف یا پزشکیان وزیر خارجه وزیر کشور وزیر نمیدونم رئیس ستاد کل هستن فرمانده سپوارتش ارتش و, این سپا و ارتش حضور ندارن فقط رئیس ستاد کل هستن و نماینده رهبری هم سید جلیلی یا اگر رهبری خودشون بخوان حضور داشته باشن و این جلسه انجام شده این جلسه همون روز انجام شده و همون زمان اعلام شد که در بیت رهبری بوده و فرمان انتقام هم صادر شده گفتم ما اون زمان که این تخییرها به خاطر آماده سازی واسه این عملیات بزرگ افتاده ولی بیش از این دیگه عربعین هم گذشت به نظر من تردید سازه در محور مقامت تردید ایجاد میکنه اونم برچون چون مقامت فلسطینی که شدیدا زیر ضربن احتیاج به این دلخوشی دارن ببینید اگر این عملیات صورت بگیره به امید خدا چطور مردم منطقه رژیمای حکام فاسد و سرنگون خواهند کرد همین الانش به اندازه خجالت زدن غرورشون شکسته با این حکامشون و چقدر جذب محور مقامت خواهند شد به امید خدا هژمونی ایران در منطقه تثبیت خواهد شد سنت تکبرک سیمسورا هم نه تکبرک خواهد شد با امید خدا به شرطی که برای تردیدامون و دلواپسی های بیش از حد و ای این چیزا فائق بشیم یا می میدو نرو یا دلکه دلکه نکن ما ایرانیا هیچ چیزمون مثل مردم نی حقیقتا هم خرم میخواییم هم خرمان میخواییم هم مقاومت میخواییم هم اسلام رو هم لیبرالیسم هم میخواییم خورمای لیبرالیزم هم میخواییم نمیشه اینطوری برادر من هم میخواییم برخلاف نظم لیبرالیستی که بعد جنگ جانی دوم به رهبری آمریکا ایجاد شده فعالیت کنیم هم همزمان زیر چترش حضور داریم سفت و سخت هر پیمان جانی هم میشه با سر میریم عضوش میشیم همین پیوستن به امپیتی من هستی در زمان حسن قلی دوست بود ببخشید خاتمی خورم دنگ شما چرا می پیوندید؟ اونایی باید به پیوندن که صاحب سلاح هسته ای هن. نه بریم به یه پیمانی اومده اسرائیلی ازش ناراحتن برای ما خوبه ببینید منطقه ما در نظاممون یه آش شل قلم کار حقیقتا واسه چی من جمهوریت بدم میاد یه سمت نظام که اسلامه مبتنی بر ایدولوژی و خدا و چه میدونم مفاهیم انسانی اسلامی یه سمتش مبتنی بر اینکه انسان حیوانیه در لیبرالیسم انسان حیوانه نیازهای انسانی انسانیت با آدمیت فرق داره برادر انسانیت در دید اینا یعنی آدم چی بگه مالکیت داشته باشه جونش حفظ بشه سر کار بره پوشاک و خوراک و مسکن و این چیزا اما آدمیت در اسلام در مکتب شرق خیلی فراتر از این حرفها شادت بالاترین تکامل انسان است در لیبرالیسم نه اینطور نی روانشناسی ما اقتصاد ما همه چیزهای ما اصلا بر این نگرش است که انسان هیونه. گفتم و خود در چیز سیاسی همین تبلیغات که با پولهای های کسیف و فریب و بازی در همه دنیا رگیر انتخابات و تبلیغات یعنی بازی شما دیدی در جان یه آدم سنگین وزن متفکر یه زمانی فلاسفه فلاسفه یونانی میگفتن یا افلاتون میگفتن آقا فیلسوفان باید رهبران کشور بشن حکومت فلاسفه حکومت حکما اما در لیبرال دموکراسی نه برادر من حکومت پولدارها حکومت شالاتانها دروغگویان مردم فریبان حکومت پوپولیستا حکومت سوخته ها آدمای کممایه شما جامعه الیت آمریکا با این همه نخبه و متفکر رو ببینید کیا رهبر سیاسی شد؟ شما یه آدم درست حسابی دیدید جورج واکر بوش جورج دبلیو بوش ریگان او کندی خویه سلبریتی بود جانسون نیکسون کارتر اوباما ترامپ بایدن کدوم یکی از اینا شما آدم حسابیه یه متفکره جز دروغگو حق باز شالاتان پدر سوخته اگر در دموکراسی به شما گفتن دموکراسی یعنی جایی که خوب و خوبتر بعضی میگوشه گوشه شلپر روش بیاد برق سفاز از چشاش بپره بیرون کجا در دموکراسی انتخاب بین خوب و خوبتره انتخاب بین پدر سوخته از پدر سوخته تر دروغگو از دروغگو تر شالاتان از شالتان تر همیشه همینطور بوده با همیشه هم خواهد شد ما یه سمت رهبری رو داریم مبتنی بر نظام ولایت فقی جانشین امام زمانه یه سمتش یه مقامی داریم به عنوان حقوقی کار با فرد نداریم که به روش دموک... لیبرالی انتخاب میشه با همه این شرایطی که عرض کردم با خب همه اینا تزاده. و هیچ تأثیری هم تو زندگی روزمره هم نداشتم با این وضعیت بد اقتصادی و فساد و اولیگارش هایی که میبینیم و بند ها بازم همیشه ببینید ما هر آن چیزی که برگرفته از این دولت لیبراله همش طبقاتیه همش سرمایه دار سال آرانان است نظام آموزشیمون طبقاتیه اونی که پول داره باید بره مدرسه دولتی چل نفر تو مدرسه توی کلاس درس اونی که پول داره میره مدرسه غیر انتفاعی میره مدرسه های آنچنانی کیفیت آموزش بالا تو زمینه بهداشت و درمان هم همینطور پول بیشتر کیفیت بهداشت بالاتر درمان بالاتر یعنی میخوام بگم که همین نظام طبقاتی که میگه اساسش سرمایه دستاران است مبتنی بر همین مناسبات لیبرالیستی که من معتقدم امام خمینی تو فشار گذاشتن سال 57 این اصل جمهوریت وارد قانون اساسی کرد همین با محور مقاومت هم نمیخونه یه سمتش یه سمت این نظام ما گفتم میگه نه شرقی نه غربی ایستادن روبروی ظالمین مستکبران دفاع از مظلوم یه سمت این نظام نه خودش در زمین لیبرال ها آمریکا و غرب تعریف میکنه احتیاج داره به آمریکا و غرب به پول آمریکا به بانک مرکزی آمریکا به دلار آمریکا به تحریم های آمریکا به همه چیزها محتاجه به FATF پس ما توی دوگانگی موندیم همین پاشن مونه خودمون خودمون رو کنترل میکنیم لغام میزنی به خودمون گفتم هیچ دستاوردی هم واسه مردم نداشته این, وضع... این وضعیت فساد و این چیزا که داری میبینی. در از صورت گفتم در با ناراتی بچون مقاومت غزه بگم اما گزارشی میدیدم از واشنگتن پست که میگه آمریکا حریف بچون یمن نمیشه به این شیران یمن بینید بله یمنیا دوستان عزیز جای ما رو گرفتن متاسفانه ما خیلی تردید نشون دادیم واقعا یمنیا شاهکارن این گزارش واشنگتن پست ببینیم برارو که عنوانش اینه که آمریکا حریف یمن نمی شود بله تلاش بی نتیجه که کاخ سفید به شکست آن از آن دارد گزارش خیلی گزارش مفصلیه که فقط من یه قسمتی رو میخونم در مورد دلاوران یمنی که این چنین پای به گزارش کوینسی دومین مشکل اقدامات اساسی آمریکا نظامی آمریکا در دریای سرخ این است که خطرات ثباتی یمن را به دنبال دارد حملات نه ساله عربستان و امارات با حمایت آمریکا بیش از 377 هزار یمنی را به کام مرکشان و یکی از بدترین بحران‌های انسانه انسانی جهان را به وجود آورد این درگیری ها اکنون متوقف شده و دلیل اصلی آن این است که عربستان و امارات شکست خوردن و نتوانستن انصارالله یمن را شکست دهند بله حالا تلفن ما مرتب با خود سب خودم با تماس میگیرم به گزارش کوینسی تقابل آمریکا با انصارالله در دریای سرخ علاوه بر اینکه توانایی های, توانای های آمریکا ایالات متحده را ظاهر ساخته جایگاه جهانی و داخلی انصارالله را نیز بهبود بخشید است امروز دیگه حتی بسیاری از مقامت مثل جریان حزب اصلاح مثل جنوبی ها که یمن جنوبی با یمن جنوبی در شورای انتقالی جنوب در عدن و در ابین و اینا امروز بسیاری از رهبران اون اومدن به سمت انصارالله و محبوبیت انصارالله نه فقط در یمن در دنیا افزایش پیدا کرده و نه فقط در غرب آسیا حتی در آمریکا اروپا بین نخبگان الیت و انسانهای باشرف و ادالت هم گسترش پیدا کرده بله اندیشکده آمریکایی با اشاره به اینکه یمن ظرفیت بدل شدن به یک کانون بحرانی در منطقه را دادت دارد گزارش داد اگر ایالات متحده میخواهد از ورود به یک جنگ منطقی دیگر جلوگیری کند و حوسی ها را متقاعد کند تا حملات خود را متوقف کنند بسیار بعید است که استفاده از نیروی نظامی این هدف را محقق کند خلاص آمریکای زفرمند برند برنده جنگ سرد و دنیای تک قطبی بای بای به با عصر جدید خوش آمدید اصلی که حداقل در اون در غرب آسیا محور مقامت قدرت رو در دست داره خرد کپو این لیبرال ها لیبرال هایی که میگفتن یمنیا در مقابل آمریکا هیچ شانسی نداره بله اما خود آمریکایی و غربیا و اندیشکدهاشون اعتراف کردن و اینکه ناو هواپیمابر از اونجا فراری دادن هیچ ناو هواپیمابری الان در دریای سرخ در خلیج عدن وجود نداره برارو فرار کردن رفتن این نیروی اراده و ایمانه این همون نیروی اراده و ایمانه که بچون یمن به خوبی به اون دسترسی پیدا کردن گزارش نهایی هیئت عالی بررسی ابعاد و وقوع سانه بالگرد حامل رئیس جمهور رئیس جمهور شهید و همراهان علت اصلی سقوط بالگرد شرایط پیچیده اقلیمی جوی منطقه در فصل بهار در به وجود آمدن ناگانی توده غلیز مه متراکم و بالا رونده به سمت ارتفاع و برخورد بالگرد با کوه تشخیص داده است خیلی 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 باورپذیر بود خیلی خیلی الان قانع شدم الان خیلی قانع شدم بله شما راست میگید بله چه گزارش مبسوطی از همه این شرایط اوست بالگردم داشتن اولین کسی که گفت برید بالا فرمونده بالگرد فرمونده ایش همین بالگرد ریاست جمهوری بود اول این پیام میده آقا برید بالا ولی این نمیره بالا چرا نرفته بالا و چراهای بسیار بله در از صورت روز اول من گفتم همونطوری که بعد از پنجا سال از قتل کنیدی میگذر و امریکایی قانون نشدن 6 سال دیگه هم این حادثه بالگرد رئیسی شهید رئیسی هیچ کسی رو قانه نخواهد کرد حالا شاید پشت پردش افشا بشه ولی ما که قانه نشدیم و میدونم اکثریت ملت هم قانه نشدن گروسی زیر مشکلون گفته دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مخفی پیشرفت خطرناکیست و اگر ایران به این سلاح دسترسی پیدا کند کشور منزوی خواهد شد ارواد دل تو شما کل زور تو هیچ غلطی هم نمی‌کنید خلاص ما باید بسازیم به کوری چشم شما ترامپ هم گفته ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند اسرائیل نابود است خوای با خوده این کار باید بسازیم پس <تصحان> خوشم میاد این روزا از سمت ایران و چیز از در مورد سلاح هستی ایرانی دارن صحبت میشه اینا همه به فال نیک بر برارو اینا خیلی خوبه زمینی که بسیاری از اندیشکده غربی گفتن آقا ایران سلاح هستی بسازد و به نفع غربه امنیت منطقه هم تمین خواهد شد و میگن اگر ایران سلاح ای رو بسازد قطعا یه کشور به قول خود چون منطقی تر و مسئولیت پذیرتر خواهد بود و نمونهش هند و پاکستان مثال میزنن که سه جنگ بزرگ انجام دادن اما بعد اینکه به سلاح اصلی دسترسی پیدا کردن همش صلح و دیگه مسئولیت پذیر رفتار میکنن بله اما صحبت های سرتیب کیومرس هیدری رو دیدم در مورد ساختن تانک سلیمان یه مطلبی خواستم راجع به این تانک هم بگم تانک سیزده قابلیت داره که ما توانستیم این سیزده قابلیت رو امروز در تانک احیا کنیم به این معنا که امروزی تانک زره واکنشی داره امروز این تانک استابلایزر داره امروز این تانک قدرت مانور در شب و در روز داره امروز این تانک میتونه در شب با دشمن درگیر بشه امروز این تانک بهرمند است ان انواع دوربین های دور دورنگر که هیچ به قول معروف خلع دیدی برای اپراتور باقی نذاشته امروز این تانک مجهز شده به توپ بسیار قویه که براش بهینه شده و از یک موتوری که قابلیت مانور بسیار بالا داره الحمدلله در این مجموعه بهره شده که امروز ای تانک با تانک روز دنیا هم در موضوع حفاظت زرهی و هم در موضوع قابلیت زرهی برابری میکنه و در لبه فناوری حرکت میکنه الحمدلله بله این تانک های ام این تانک مال تانک آمریکایی بودن قبل اینکه آمریکایا این آبرامز و این چیزها رو بسازن تانک روزشون ام 60 مال ده 60 میلادیه که شا می فکر کنم 500 تا ما تانک ام 60 خریدیم الان فکر کنم چی حدود 200 تا ما تانک ام 60 در ایران کلا داشته باشه این تانک ها هم کلا سلویجشون کرده بودن یعنی استفاده ازشون نمی‌کردن تانک های خیلی ضعیفی بودن و همچنان با وجود که حالا ورژن اینا رو ارتقای سنگین دادن ولی متاسفانه همچنان نقاط بعضی از نقاط ضعف این تانک همچنان هستش اگر بگم کوتاه بگم حتی در صحبت های سرتی بهشون اشاره نشد مثلا ببینید تون خدا ما بعضی از, از این تانک ایرانی بازی ها هم, هم عجیبه جالبناکه مثلا این تانک با این زره خوب ساختن اما ببینید در قسمت پشت تانک چطوره توری گذاشتن ببینید و یه آر بخوره به این تانک ای تانک درم نه هونه تو آباد چی به مغزتون رسیده ببینید ها. هر کاری ما هر چیزی میسازیم گوی باید یه جاش نقطه ضعف داشته باشه بدبختانه بعد مورد دیگه حالا در ایشون در مورد دیدرشب و زره و این چیزاش صحبت کردن اما مشکل این تانک و کلا این تانک های از این نوع ببینید لوله این تانک میبینید ست پنج میلیمتریه در سوی که تانک های امروزی حتی تی هفتاده دو تی شست پنج تی پنج و پنج تی شست و هفت همه اینا لولا لولشون 120 میلی میلیمتریه بله بعد این تانک های ضعیف بود که شاه قصد کرد یه تانک خوب بیاره که اونم آخه بعد به خیر نشد رفتیم تانک چیفتن از انگلیس رو که او بدبختی داشت او اولا زرش خیلی سنگین بود قدرت مانورش پایین بود زرش خیلی مشکل داشت و موتور مزخرف لیلاند شرکت لیلاند داشت بعد نیم ساعت گرم کرد تانک خاموش میبید زمین گیر میشه تو عملیات نصر چاری که ارتش زمان بنی صد انجام داد ما دو تا تیپ تانک از دست دادیم به خاطر چی با رفتن بعد نیم ساعت گرم کردن تانکا شدن سنگی <applause> عراق هم. یا زدشون یا بردشون مثل سنگ این زمین گیر شدن بله یه سری ت... چیزا هم روش رو ارتقا دادیم رو چند تاشون به در نخور واسه همین شاه او زمان 450 میلیون پوند میده به انگلیسی ها که اینا ارتقا بدن دیگه انگلیسی هم از چیفتن دست بر میدارن همون شیر و چلنجر رو میسازن ما تانک شانس نداریم سگ تانک های روسی تی افتاده دو اینا به این تانک ها امریکای های امریکایی و چیزا میارزه و تو جنگ اوکراین هم دیدیم ولی بالاخره ای ست و دیویست تانک که بینم اینا هم خواستن ای ارتقای بدن حالا قول به تو میدم در حد چهار پنج دونه هم باقی میمونه بیشتر نمیره شما همون پروژه کرار رو پیش ببرید فکر کنم بهتر باشه رو تانک های تی افتاد دو ب... بالاخره این تغییرات سنگین انجام بدید و اون رو تبدیل بکنید به کرار در مجتمع درود هم ساخته میشه تانکسازی شهرستان درود در لورستان بله گفتم در این مورد هم ببین ببینید رو این عکس خیلی جالبه جریان نفوذ چطوره فکر میکنی نفوزی شاخ داره دوم داره فکر میکنی نفوزی مثلا با ما فرق داره نه برادر من نفوزی از من تو مذهبی تر نشون میده نفوزی از من تو انقلابی تر خودش نشون میده نفوزی از من تو طرفدار رهبر و نمیدونم نظام و انقلاب و قانون اساسی همه ای چیزا بیشتر نشون میده کی در کنار شیر کشمیری داره باش نماز میخون کشمیری که عامل شهادتش شهید رجایی شد و نفوز این شکلیه برادرم از قدیم نفوذ بوده بالاخره به با قول معروف اینکه کشمیری رو میسوزونن واسه مرگ واسه شهادت شهید رجایی یعنی چندین کشمیری دیگه در این لول و در این سطح دارن به عنوان نفوذی که فعلا اینو میسوزونن از بعدی استفاده میکنن حساب بکشید چند تا کشمیری الان در ایران وجود داره من میگم هزاران تا در بین فرزندان مسئولین و مسئولین رده بالا برارو کردی همه باکای ما میگم پسر خاتمی رو پسر جواد زلیل رو پسر نمیدارم اونو پسر اینو میگیرن به خاطر جاسوسی اینا اینا کشمیری های زمانه خود شهید رجایی هم نمیدونسته خیلی هم علاقه بوده به ای کشمیر ایشون رو, ایشون میذاره به عنوان دبیر شورا عالی ادم امنیت ملی نفوس خیلی جدیه برادران و علاقه شهید رجایی به بیزاد نبوی که شهید کی بود لاجوردی میگفت من مطمئنم صد درصد به ازان نبوی نقش راشه در این ترور و روزی اونو دستگیر میکنم که برکنارش کن اون شهید قدوسی گذاشتن مسئول پرونده اونو کشتن اون عملشی نمیدونم ربانی عملشی گذاشتن اونم مسمومش کردن مبتلاش کردن به سرطان اونم کشتن بعد یکی از خوش آوردن موسوی خوینیا پرونده ماسمالی شد کلاغه هونش در رمز و به هونش نرسس <applause> با اینا حقایق دردناکن برارو خواه دردناک آقا طرف دارا پزشکیان افتانه و جون یکتری این به این آزری جرومی این باند این میپره و عارف میپره طرفداران آذری جرومی طرفداران پزشکیان عارف به آذری جرومی میپرن این هم خودش زیپونی اول <تصفح> مثلا یکیشون گفته ما این پسر آهنگران بود میم اصلاح به خرد کپویه میگه از برادر عزیزتر از جانم مهندس آذری جرومی صدا دارم از طرفداران جان سراحتن بخوان از تقریب دکتر عارف بردارن امروز تفرقه و آشیه سازی برای دولت عزیزمان به نفع هیچکس کس نیست خرد کپوت و ای ادبیاتت آنچنان پدری یا این چنین خرد کپوی پسری تف دارید خرد کپوت خاک می دشوند. بعد یکی دیگه گفته جناب آقای پزشکیان لطفا اگر قرار است برای یک بند خدایی که لشکر رسانه ای دارد جایگاهی بدهی تا برای نماد دولت کمپین تخریب درست نکرده حکمش را بزنید اگر هم مشخص بفرمایید دوستداران شما تا الان نخواستن با ایشان مقابله کنن ولی کار را دارن به سمت بدی میبرن بله بازاری جرومی آیا پستی وش بد گوبش بانید <laughs> <laughs> اداد و بداد اداد و بداد ز دست این درو جستم دو کلماری و از دستی درو جستم دو کلمار نونسم روز پیشی بیاد سرم شوه تار <laughs> میگه از دستی روزگار پناه بردم به یک ماری بله اما کوه جنی چیه کنین ببینید بریم سراغ مولوی عبدالحمید امو عبدالحمید امو خودش دولتیه اصلا امو اصلا کسی حسونه بین سکو دولت امور بینین کلی تفنگچی دولت در دولت سک زهف دولت آزاد جمهوری اسلامی تبدیل شده دولت ملوک تایفه ای دولت در دولت. هر دولتی دو اجهی دولتی قولی, قولی باف دولتی امو پزشکیان دولتی ای دولت او دولت عبدالگمال دولت بله به دولت در دولت ها خوش آمدید مافیایی سرزمین مافیا خوش آمدی این مافیا عبدالکفتار دینی سکو یه بار دیگه سکو سید تفنگاش من آزم شپرسو من آزم تو سکو نه چک زدیم نه چونه عبدالکفتار بردیم خونه هر که داره ست من بده هر که داره نداره پنجات من بده ما چشامو دوربین وای دوربین من زمان قبل دوربین اما دوستان هی حزول که گفتی موش فایده هیچ چیزی نی موش قابل اما چی قابل الان اگول شمسی مرغ قابل تو قوت می میکنی گوت کم و تر و نوک نوک هم دا نوکت دمجاک ورکت تو همولش هم مرگی بیدی تو کلاش انت مو کلاشیر انت خورس لا خورس غیرت داره ناموس پرست خورس وقتی یه خورسی دیگه بیا قوقلی قوقو بیا تا بوته درانم قوقلی قوقو پیش مرغم انا قوقلی قوقو تعال گالیک تعال بیا تا بوته درانم قوقلی قوقو اما انت لا ایزاتیا قد 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 بيسي خما ايزاتيا قد 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 بيسي خما ايزاتيا پاپر و کولم دونم میرسونمت ایور اوور واخو نازنین بکو جک ورک ورکت خود خود میکنی؟ خود 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 نازنین دورور ایزتسی های خود خود میکنید بیا بسه حالا ها میگه انا خود انا, انت خود, خود. انا انت خود, خود انت و نازنین قد خود خود. انا خود خود. بله تو از اولش خود خود بیدی اما برارو، اصلا هر چی گفتیم پشمه کشکه چرا وقتی عباس جفرسون فرزند گستاخ ایران نویسنده و آموزگار اولین قانون اساسی ایرانیان کسی که خیلی علاقه خودش از سلاله رضاشاه کبیر شگزی که شازده خورتم پرت گفت بعد کنار زیر مشکلو انا هم ز تخم شازده خورتم ز تخم رضا شاه کبیرم انا شا انت مو شا کینگ فخرآور گفته آقا من ز خومم میترسم ترسم ببینم این آینه نه هونه درم عباس عباس چه کردی عباس خیلی کارت خفنه بینیم عباس کینگ بینیم همیشه آدم هایی هستند که تاثیرات بسیار بزرگ در جوامع میتونن بپاید خیلی ما اما اتفاقا اصلا ما کینگ هیچ وقت فرام دست کم نمیگیریم کینگ فخراور مگه میشه طرف فرزند گستاخ باشه فرزند وروگشته گشتل دوپیلی باشه ما دست کم بگیرمش ببینیم افتخار بکنید در فضایی نفس میکشید الله اکبر که امسال ماها زنده هستیم الله اکبر سیما چی میگن متانت سیما صبر و بردباری و داریم این معماهای های بزرگ تاریخی رو جلوی چشم هزاران نفر باز میکنیم براتون الله اکبر وقتی که جریان برجام بود عباس میخواد یک افشاگری خیلی بزرگ بکن خرید کپو دستگاه اطلاعاتی ایران خاک می دوشونه شازده خورتون پت نفهمیدن از کجا خوردن ملت عباس به ترام گشتل گفت بعض کنار ترام گفت الچشم ال... عل... ال... عل... الحسا ال الان <تصفح> سال 2015 بلوای به پا بود الله حجم. بلوای به پا با یه دونه مقاله بم گذاشتم وسط قلب برجامشون اصلا دنیا منتظری مقاله بیدن اصلا کسی از این عقلشو نمیرفت که این مقاله رو قبلش منتشر کنن این راه کارو بدن فقط بعد عباس بیا هنر درمی عباس چه کردی عباس تشفنیده ولات عباس تو عباسی یا لینچانی اون در تو شکارچی ببری تو بله ما کردیم بابا الله کی بود عباس بید اصلا با جون عباس عباس با و... تیشق قندشکه بزنم می ملاجش که اگه دروغ بگم عباس بید پرزیدنت ترامپ از این مقاله استفاده کرد برای اینکه اصلا هر روز با پرزیدنت ترامپ تخت نرد و نمیدونم مارپله و منچ بازی کنه خوش اباس عباس و اصلا همیشه درگیر ای, ای عباس گشتل تو منچ بازیت خوب و با ای تو مارپلت خوب نی ترامپ زیر مشکلو این توافق هسته‌ای رو به عنوان دیزاسترس نوکلیئر دیل از اشیاء الله اکبر سی با دیز از میز ویز وز. خب آره چیزی دیگه هم گفتیم ما به قول یاری گفت آقا معزا <محضر> اعتیاد خودی <تصفح> من پتک روی سر برجام زدم الله اکبر من زدم گور بابای نتانیاهو گور بابای بن سلمان و بن زاید و بن منجل و بن چقل و بن کفتا اصلا گور عباس بید عباس بید شما خرد کپوی ندونید بابا عباس من پشت سرتون حق حقتون شازه پد خورده مه به تو رای عباس تو خیلی گپی نمیخوام توهین کنم بهتون ولی افتخار کنید به اینکه حتی با ما نشست و برخواست دارید چون این تاریخ خیلی کارش دارم بروتنی عباس می حلق خورتون پد <applause> براتون تکرار نخواهد شد ولی امروز به جای اینکه حسادت بکنید به من افتخار کنید لا مصبا لا مصبا. و است... عباس حتی در خودش هم میترسه یعنی از وجناتش از حیبتش از شکوه خودش خودش تو آینه بیمینه گرگیجه میگرفت حالا نمیشه از اون کلمات استفاده کنیم ویز ویز پیچ میشه مثلا خود چه حتی ببینه بله استفاده کنید استفاده کنید از شم و از این علم و از این دانش و از این شنقتار و حیبت و از این دریای خروشان عباس کینگ فخرآور فرزند گستاخ استفاده کنید وگرنه هونت و درمیه از شجاعت از اعتماد به نفس و هوش نبوغ الله اکبر سی نبوغ نبوغش ترلی در چرخی نمیکشه برارو <applause> نبوغ نبوغ شجاعت چه جاندیر سی اکشلم نمیکشه برارو <applause> چی؟ از استفاده کنید لام از لا لام از چه که حسادت میکنه اصلا این شازه خورتون پت نه خیلی ترسوه خودش پخ میگه خودش شب میپره هوا پیش ننش میخوابه واسه همی بهت حسادت میکنه به جون زیبا کلام تو خیلی خیلی خجالت بکشید به جای حسادت به فخرآور استفاده کنید از واقعا استفاده واقعا عباس اینا احمقن از این دریای خروشان از این علم وافر چشپوشی کردن به خاطر حسادت خرید کپوتو عباس تو نور, نور, بودی اما من چرا تو را کور می دیدم تو دریا بودی اما من تو را جو, جوی آب می دیدم تو آسمان بودی اما من خرد کفو می دیدم <applause> خدا چی؟ از این آدم پاکتر کجا می خواهی پیدا کنی توی این و دختری که داشت تعریف شه بیا بعد هلوش بسونش <محن> ما یه مثال داریم میگه دختری که مادر تعریف شه بده بعد دایش بگیرش <محن> اگه روزی بایکوت میکردن صدامون نرسه امروز بایکوت میکنن چون از من وحشت دارن وحشت. از گفتگوی با من از نشستن با من وحشت دارن. خودم هم به خدا وحشت دارم یه وقتایی از نشستن با خودم یه وقتایی الله اکبر صبح میشم جلوی آینه میرم آب میزنم به صورتم بعد یه لحظه چشم باز میکنم تو آینه ای این هیولا کیه اینجا به خدا ساقی تلال خور شیر پاک خوردا یعنی پد ساقی پدر مادردار که میگن اینه برارو چند سود اباس عباس ده تا بیست تا پنج نه کارده و گرمه هونه درمیه در چی کنی عباس تو جاد دبیر کل سازمان ملل چه پخیه تو اصلا باید الان ر... رئیس سه کشور بوی آمریکا انگلیس فرانسه حتی رئیس جمهوری آمریکا هم سید کمه ها تو خیلی خیلی خری <applause> با هم دوستان با این باقی وحش برندازان دیوپیلی برنامه رو به پایان میبرم قربون تو برم دوستان عزیز ایران ما به پیش میره شتابان پر سرعت و ترات اندکی سب باید سهر نزدیک تو برم سپاس از مهرتان پیروز باشید